با گذشت دو نیم ماه از توقف گفتگوهای زلمه خلیلزاد با طالبان، رئیس جمهور ایالات متحده از کار روی یک توافق با این گروه خبر می دهد. دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلفنی با فاکس نیوز می گوید که دیده شود از تلاش ها برای گفتگو با طالبان چه چیزی به دست می آید. ما هم اکنون روی یک توافق با طالبان کار میکنیم. میبینیم چی چیزی اتفاق میفتد. ما بار پیش نزدیک شده بودیم که به توافق برسیم. سپس آنان یعنی طالبان فکر کردند. اینجا یعنی به امریکا میآیند. آنان فکر کردند این خوب خواهد بود که مردمان را بکشند تا از موضع قدرت مذاکره کنند. بنابراین آنان 12 تن را کشتند تا نشان دهند سنگدل هستند. من نشست را ملغا کردم و گفتم این چیزی نیست که ما میخواهیم. اما یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که رسیدن به یک توافق صلح با طالبان به معنای پایان همه خشونت ها در افغانستان نخواهد بود. هیچ کس نباید زیر هیچ وهمی بپندارد که یک راه حل سیاسی به معنای پایان زود هنگام همه خشونت ها در افغانستان خواهد بود، زیرا هنوز هم گروه های تندرو خشونتگر چون داعش در افغانستان خواهند بود. در آن صورت نیز گروه های مسلحی که اهداف جنایی و سیاسی را دنبال می کنند فعال خواهند بود. هرچند ارگ از دعوت شدن رئیس جمهور غنی برای دیدار از ایالات متحده خبر داده است، اما به گفته ریاست جمهوری این سفر وابسته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری است. هنوز زود است که گفته شود که بعد از اعلام نتایج است یا قبل از او. خب یک مورد است که باید تاریخ تعیین شود. پایین بردن سطح خشونت ها مقدمه آتش بس سرتاسری است، ایجاد اعتماد میکنه بین طرف های اصلی قضیه کشور. با این حال هرچند حکومت افغانستان برقراری آتش بس را پیش شرط گفتگو با طالبان گفته است، اما از خبرنامه های تازه کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا به نظر می رسد که واشنگتن خواهان گفتگوهای کابل بدون هیچ پیش شرط با طالبان است. دی اروپا نوروسته د ډیرو طالبانو سره به د جګړې د مشروعیت د سوال لاندې راشي، چې دا مسئله هم خطیره مسئله ده د طالبانو دپاره. اگر سلای یک طالب از دستش بگیرین، امی طالب د بازار چند قیمت داره؟ طالبان فقط از طریق جنگ میتونن امتیاز بگیرن. نمایندگان امریکا با طالبان 9 دور بحث و گفتگو کردند، اما از سرنوشت گفتگوهای میان افغانان خبری نیست.